چشات نمیبینه کوری حبیب آدم دنبال سند زمین های سعادت آباد که به زور از چنگم در آوردی کجا گذاشتیشون ها؟ کجاست؟ تو نبردی ببین دیگه نمیذارم به پسرم زور بگی نمیذارم هرچی ماله اونه چنگش در بیاری همه چی از حلقومت میکشم بیرون رسوات میکنم حسام غیر ممکنه تو مردی 20 ساله که مردی تو هم داری میبینی اومدن با خودم ببرم من دارم حق میبینم این یه رویاست این یه رویاست بابا جون چی شده بیامرز که 20 ساله مرده چی داری میگی؟ چیزی نیست حتما خواهد نه حبیب اونجاست خودم میدم داشت با من حرف میزن داشت منو خفه میکرد داشت منو خفه میکرد بابا جون ازتونو بگیر بیا برس بیش من چه مردم شده داره چه اتفاقی میفته چیزی نشده بابا جون یه حمله عصبی بوده تموم شد الان هم دراز بکشین سعی کنی بخواب به هیچ چی هم فکر نکن من هم نظر با چشم بابا جون من همینجا میمونم
مامان جون اینو بخور. ای وای، همین موده از فردا دوست و دشمن بگن فروزان فردی بونه شده. خدا ازت نگذره بهزاد، ببین چه به روزه این مرد بودی. خیلی مطمئن نیستم ماما، ولی ممکنه بابا دچار اسکیزوفرنی شده باشه. بعضی از علائمشو داره، مثل توهم بینایی شنیداری. مادر جون یه جوری حرف بزن منم متوجه بشم چی میگی. اصلا این مریضی که میگی چیه؟ اینجور مریضا توهم شنیدن صدا دارن، معمولا با صداهایی صحبت میکنن که دیگران نمیتونن بشنون. گاهی وقتا حتی حس میکنن این صداها دارن راهنماییشون میکنن، درست مثل بابا. یه بلا نسبت، یه دورجونی بگو مادر. اما من که نگفتم حتما همینطوره. اتفاقا آدمای مبتلا به افسردگی هم بعضیاشون این حالت ها رو دارن. باید همه نشونه ها رو کنار هم گذاشت. ولی خدا رو شکر بابا همه نشونه های اسکیزوفرنی رو نداره مامان، مثل بدبینی، سوء زن. ولی حتما باید زود ببریمش دکتر که مطمئن شیم، وگرنه ممکنه روز به روز حالش بدتر شه. اومدی منو دلداری بدی؟ یا نمک رو زخمم بپنجم؟ قربونت برم، خوب میشه ایشالا. خوابید؟ آره. مامان جو شما بهتری؟ آره خیلی بهترم. خدا باعث پانیشو زلیل کنه. نکنم. کنار ساحل خلیج فارس و دو تا فنجون چای دام میچسبه ها؟ خیلی. ولی من سعی میکنم باورش نکنم. چرا؟ میترسم بهزاد. از چی؟ میترسم از صبحی که از خواب بیدار بشم و ببینم همه اینا فقط یه رویای شیرین. همه اینا واقعیت هرم. منم بهت قول میدم تمام سعیم رو بکنم که این واقعیت برای همیشه ادامه بده. یه سوال. چه سوالی؟ اول قول بده راستشو بگی. راستشو بگی. اگه قرار باشه الان یکی از رازهای بزرگ زندگی تو به هم بگی، اون چیه؟ اگه قول بدی نخندی بهت میگم. بگو. راستش یعنی وابستگی من به بابام طوری بود که بعد از مرگش تقریبا تا سن 13 سالگی شبا همش جامو خیس میکرد. زهر و مار برای چی میخندی؟ ها؟ جنبه نداری راز مگو بگم؟ ببخش. بیمزده. خیلی خوب خانم فروزانفر، حالا شما بفرمایین که راز مگوتون چیه؟ راز من؟ من دوست دارم دو تا دختر داشته باشم. خب یکی به اسم دریا، یکی هم به اسم مهتاب. چون هم مهتابو خیلی دوست دارم هم دریا. خب همین دیگه. این راز مگو بود؟ میشه زرنگی راز مگو رو بگو. واقعا؟ آره واقعا دیدی که من گفتم. پدر من
پدر تو چی؟ پدر من در اومد اون روز که تو داد سرا جلوی چشام دستبند بهت زدن بود. فلش کن منم چه حرفایی میزنم و مثلا اومدی محسن دست درد نکنه، چه جای خوبی رو گرفتی. آره جای خوبی، فقط منم مثل تو پدرم در اومد که تونستم پول اجاره این ویلا رو جور کنم. تو این دور زمونه هرچی پول بدی همونقدر آش میخوری، درست مثل همه. پول بیشتر داد دهر اون دوتون نامرد و بس. به جای این حرفا به چشامونو ببندیم و فقط به صدای دریا گوش بدیم. به صدای دریا گوش بدیم. میشنوی چی میگه؟ چی میگه؟ میگه همیشه تو زندگی مواظب هم باشیم، هیچ وقت هم به هم دروغ نگیم. بله سلام سرعی جون، عمه فاطمه. سلام عمه خانم، خوب هستین؟ شکر خدا. از آقا منوچهر چه خبر؟ کاروباری پیدا کرد؟ حالا چی بگم عمه خانم، بعضی استعداد چاقی دارن، شوهر من هم استعداد چاقی داره هم بیکاری، نشسته تو خونه منتظر زنگ در رو بزنم پست ریاست رو تقدیمش کنم. ایشالله درست میشه. مخدوخته هست؟ بله بله هستش، گوش خدمتتون. من با اتون خداحافظی میکنم همه خانه، گوشو میدم به ماما. خداحافظ امه فاطمه. چشو تو دیگه باش حرف بزن دیگه. الو الو سلام فاطمه جون. سلام خانوم. چه خوب کردی زنگ زدی، دلم خیلی هوا تو کرده بود. دیدم از شما خبری نشد، گفتم زنگ بزنم برای فردا شب وعده بگیرم اتون. میخوای خودتو به زحمت بندازی که چی بشه؟ قرارمون باشه بر بعد شام. شام که بهونه دعوته، قرار همنشینی و گپ و گفته. خیلی هم خوشحال میشیم، از خودمونم هست. فقط بهزاد رفته اصفهان واسه مصاحبه کاری، البته تا آخر هفته بر میگرده. اه؟ پس باشه بذاریم وقتی که بهزاد از سفر اومد. شنبه شب چطوره؟ عالیه. مزاحمت میشیم، تو رو خدا زیاد تدارک نبینی. نه خیالت راحت باشه. خیلی خوشحال شدم، قربونت برم. خداحافظ. ماما میگم یعنی دلیل خاصی داره این دعوتش؟ نمیدونم، فقط خدا کنه عموتینا اونجا نباشن. میترسم با وجود بهزاد اونجا یه قیل و قالی رو بیفته. Thank you.
نگاه میخوام بدونم تو کارخونه چه خبر. هر چیزی که میبینی بگو. خبر خاصی نیست، فقط کاری که میگم انجام. چند نفر دارن از محوطه رد میشه. خب بعد اونور یه وانت دم انبار داره بارگیری میکنه. دیگه؟ دو نفرم اونجا دارن با هم حرف بحث میکنن. او با هم درگیر شدن. درگیر شدن؟ با هم گلاویز شدن. گلاویز؟ نگران نباش، مشخصه با چند نفر دیگه دارن جداشون میکنن. چیزی شده بابا؟ تجسم. باید عادت کنم همین چیزو تو خیال خودم ببینم. چی کار میکنی دختر؟ سود زدم که بدونن شما اینجا، این دست از این کارشون بردارم. خیلی ناقلایی دختر. ببینم تو چجوری سود زدن یاد گرفتی؟ کاری نداره که سر انگشت اشاره و شستتون رو به هم بچسبونی. اینجوری؟ آره. خب حالا اینو بذار زیر زبونه. خب خب حالا فوت کن. آها خوبه. نمیتونم، بچگی خیلی سعی کردم دیگه، از من گذشتی. بعد یه ندا به من میدادید، خودم میمدم یادتون میدارم. ادامه بدید. بای بای کردم. هنوز ترک نکردی. به عهدت وفا نکردی. قول دادیم کوفتیری میذاری کنارم نذاشتی. بابا من الان ترک کردم، پاکه پاکم. بیا بشین.
دروغ میگی. رنگ و رود، صدات، از صد فرسخی میگن چی کاره ای؟ نه بابا من چی کارم؟ من فقط یکی دو بار تفریح زدم که اونو اصلا غلط اضافی کرد. نه، دروغ میگی. فایده نداره، باید بس داریش. نه بابا اصلا احتیاجی به این کارا نیستش. من ارادم تو این چیزا قویه، بخوام نکشم نمیکشم. ببین تو به گرد مرگه. اصلا من از اول اشتباه کردم به تو اعتماد کردم. دکتر ببخشینا، ولی من فهم کنم شما دارین دنبال بهونه میگردین تا من رو دوستامو سنگالاب کنین. نه وگرنه این قضیه ربطی به کارمون نداره. ببین کسی که میره دنبال اعتیاد دیگه با موسیقی سرمست نمیشه. پاشو برو پسرم، ما آبون با هم توی جوب نمیشه. تو رو خدا قول میدم دیگه تکرار نشه. چشم میذارم کنم باور که من حرفی بزنم پاش وای میسم. بخشید. ببینیم بار آخری دارم به اعتماد میکنم. چشم. خب وکیل ما چه خبر؟ چند روزی پیداش نیست؟ چی واسه پیگیری پرونده کاری رفته سمت تبریز. که برمیگرده؟ نمیدونم، چیزی به من نگفته. راجع به کارش با کسی حرف نمیزنه دیگه. ما تو وا نکنی، بیا تو. تقلبم نکن تا نگفتم. تقلب نمی کنم. بیا چپ چپ چپ. آها چیزی جلو پام نیست؟ نه مستقیم برو یه میز گلدون بذار رو میز. میز. آها خب حالا تا سه بشمور چشماتو باز کن. یک دو سه. وای چطوره؟ عالیه. تو کی وقت کردین گلا رو بخری؟ خب دیگه حالا ما اینیم. کجاشو دیدی؟ برگرد این ور رو ببین. وای خدای من، این رویامونه. خوبه؟ عالیه، باورم نمیشه. یعنی ما قراره اینجا زندگی کنیم؟ بله. ولی خب خیلی بزرگه. تو پولش از کجا آوردی بهزاد؟ اینجا مال دوستمه. متا خودش و خانومش رفتن خارج از کشور. پدر مادرش هم طبقه پایین زندگی میکنن. جای اجاره هم قرار شد اقساط وامشون رو ما پرداخت کنیم. حالا فعلا یه دو سه ماهی هستیم و از اوضاعمون که خوب شد بریم یه خونه بهتر. وای کجا بریم اینجا بهتر؟ بزرگ به این خوبی. وای این وسیله مال اوناست؟ نه دیگه، وسایل رو دونه دونه تک تک با دقت خودم خریدم و چیدم. باورم نمیشه چقدر این تابلوها قشنگه. کاندینسکی، موندریان. الحق که هنرمندی و با سلیقه. البته از انتخاب همسرتون کاملا سلیقتون مشخصه ها. که بله. فقط بهزاد یه چند تا از این وسیله ها و مبلا باید جاشون عوض شه اگه تو موافقی هست. خونه خودته، هر کار دلت میخواد بکن. خب تا نمیخوای اتاقا رو ببینی؟ وای اتاق چرا؟ وای این که عالیه. اینجا رو چی کردی بهزاد؟ به دکوراسیون اتاقا دست نمیزنم، فوق‌العاده چیدیشون. خیلی خب پس حالا که همه چی آرومه من چقدر خوشحالم. چی؟ 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 خب چی؟ یه چایی لبریز، لبسوز، لبدوز، قند پهلوی دیشلمه دم کن که دوتایی با هم بخوریم. همه چی هم تو آشپزخونه هست. چشم سرورم. ممنونم همسرم.
مطمئنی نمیخواد آدمو در برسونم؟ آره شانس که نداریم یهو با هم میبیننمون بعدم بسان دردسر میشه. آره راست میگی، یه موقع به جرم زن شوهری میگیرنم. دیوونه، نگران همسایه هام میبینن بعد میرن به مامانم اینو میگی. خیلی خوب باش، پس تو فردا. راستش تا فردا دلم خیلی واسط تنگ میشه. دیگه قرار نشد تقلب کنی. تقلب؟ داری حرف دل منو میزدی. فردا میبینم. چی درست کنم؟ قیمه بادم جون یا قرمه سبزی؟ قیمه بادم جون با سیب زمینی. شکرم. خدا حافظ. خدا حافظ. وقت چیه؟ سوغاتی ها ما ازت انتظار نداشتیم. ولخرجی کردیم. اینم سوغاتی هما خانوم. بفرمایید چطور، رنگش خوبه؟ قشنگه. دستت درد نکنه. خریدن سوغاتی واسه آدم های سخت سلیقه جز مشکل ترین کاراست. ببخشید اگه اون چیزی که باید باشه نیست. اینم واسه مامان گلم. بفرمایید چطوره؟ دستت درد نکنه. رنگش که بهتون میاد خدا کنه اندازش هم درست باشه. همین خوبه. ببخشید دیگه انقدر کار داشتم نرسیدم سوغاتی درست حسابی واسهتون بگیرم. یکی اتونی هم واسه سینا گرفتم. سایز پاش 42 بود دیگه. آره چه خوب خونش. ارغوان جان تو تبریز نبودی؟ بودی؟ منظورتون چیه که نرفته بودم؟ پس من دارم از کجا میام؟ والا اینو جنابالی باید بگین. تا اونجا که من تو مدرسه جغرافی خوندم میدونم تبریز دریا نداره. داره مادر جان؟ نه تبریز که دریا نداره، اون دورو برا فقط یه دریاچه ارومیه است که اونم میگن خشک شده. اوه برای تبریز. من نمیفهمم شما چی دارین میگین. یعنی چی؟ خانم وکیل اون موقعی که تلفنی داشتیم با هم حرف میزدیم صدای دریا میومد. خب لابد تو هتل بودم، تلویزیون اتاقم روشن بود، از اون تو صدای دریا میومد. آره خب حتما هتلم نزدیک دریا بوده. آره هتلم کنار دریا بود، اصلا رفته بودم سواحل قبرس. خوبه؟ ارغوان داریم ازت جدی میپرسیم. خب منم دارم جدی جوابتونو میدم. اصلا شما چتون شده باز من میخوام رسید توی خونه بازجویی شروع شد؟ یه مادر از نگاه بچهش میفهمه که داره بهش راست میگه یا دروغ میگه. تو داری یه چیز رو از ما پنهون میکنی. بابا چرا تهمت میزنی مادر من؟ بابا رفته بودم تبریز دنبال یه لقمه نون واسه تفریح، که نرفته بودم برایش. این مسافرت حالا چی هست که دارید اینجوری از دماغ من در میارین؟ اشکال کارت اینه که خیلی خود سر و سر به هوا شدی. هر کاری دلت میخواد میکنی، انگار نه انگار من اینجا آدمم. من خود سر نیستم، خود ساختم. شما هر جوری که دلتون میخواد راجع به من فکر کنی. در ضمن بنده بزرگ شدم، صلاح زندگی من بهتر از شما. بس کنم قبول، من اعصاب ندارم. منم اعصاب ندارم هما خانم. هر چی دلشون میخواد میگن به آدم. چه بلبل زبون شده واسه من. شاید راست میگه مامان. مادر جان چی رو راست میگه؟ خودم صدای دریا رو از پای تلفن شنیدم. راست میگه. چی شد؟ چی شد مامان؟ آب غم بیارم برام. بابولی که ما کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه. تا وقتی با همین از عشق میگیم
نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخرش چی عشق میشه. حرفی که نگاهی نمی گفته و می گفته، اتفاقی که گاهی نمی افته و می افته، حس یخ زدن تو آتی.